و یاد داشته باش، هیچ کس مهمتر از خودت نیست. سلام، بیننده های خوب تلویزیون آریانا، عزیزانی که برنامه گپ نو را بیننده هستین. آرزو دارم هر کجایی که هستین، جور صحتمند، سر حال باشین و تا پایان برنامه. منم خودتان برنامه گپ نو را بیننده باشین. حبیب ناظم امشب هم در برنامه با جمع همکارا در خدمت شما است و این برنامه را تقدیمتان میکنه و تا پایان برنامه امروی شما را خوان هستم. در آغاز برنامه لوکس و فیشنی برنامه میه، ببینیم که امشب چی گفتنی های داره. سلام محترم، خوب هستی؟ این اترک بعد بوی باز پیدا کنی. اتر نزدیم میتیم، اتر نزدیم اما تو خدای خوش بوی میتیم. چی میگی؟ محمد تو گفتم باش دیگه دفعه که آمدی اتر بزنیم. خریدی؟ آها. سلامونه اونه که هیله هیله چه جور لوگ سلواری آباده واسه هر چیره واسه خوشحالی مغارو او کم کسان چه ده هیواده بحر و هر هیواد که زمونگ اخپراونه گوری تست هم زنگری سلامونه هیله ده چه خوشحال آباده واسه او ده مسافره جون مو پا خیر تیرشی خواه ورزو خبر خوشه خبر خوشه ده خوخه خبر خوخه خبر ده خوشحاله خبر ده خوشحاله خبر و گرو گرانو لیدون کو د خوشحالی خبر به پګړ سره وګورو بیا به هم خپل خبرونه مونږ او تاسو ما بیشتر گفتم امیر گل سرخام بگویم از بس که زیاد مقبول شد. منارای غزنی یکی از آبدهای تاریخی افغانستان است. عزت خان قد بلند، این سعی که چقدر ما تو فرق داریم. ملت ها با تاریخ و کلتور خود زنده هستند، از نسل ها به نسل های دیگر باقی میمانه. نماد از منار تاریخی بهرامشا در دل اندیوالا و رفیقا خیلی چنگ زده. درباره آبادی افغانستان زیاد خوشحال شدم، درباره از کلش که درباره از این منار. اقا بیننده های عزیز که دلم پور است که چی بگم دیگه. این گزارش هم از تو باشم، این کمران مرفت. بیا هم بخیر و گرسیده گپ نو خبران از هم ناظم جان. البته ناظم جان پا زوی ولی کهی متوجه استاسو چوپر کیو اینا نگوی مدار برنامه میکنم. به هر حال پیام ها و کامنت های دوستا واقعا برای من قابل قدر است. لطف میکنن اگه با زی نوشته میکنن یا با زوی نوشته میکنن. باز یکی از دوستا گفته بود اگر من نون الف زی میمم نوشته کردم منظور می بود که بر ما ناز هستی. من گفتم این خانه تا بود اگر تصحیحم اگر تصحیحم کرده بود خودت سوی تفاهم ما شاید سوی تفاهم شده باشه. هدفش از نازم نبود، هدفش از این مهربانی شان است که ناز زاده بودن. همه گفتم باش که اگر دوستان شما میکنن نون الف زوی عبیب نازم خدمتگزار شما در خدمت شما. همین جمپر تا نه او سات تا دایید است بپوش باز زیر خمی رقمی کو سات چند وجه است؟ سات چند وجه است؟ چارش داره؟ تو زیادتر را به چارش میبویی؟ خب ما در موبایلم که وصل نگوشه باز یکان وقت اما یک نفر که بود خریده بود خبر داری؟ با می بوتم باز قسم که چی میکنم؟ هرچی تو میکرد کس نمیدید با می بود قسم آخرام کس متوجه نشد. در مورد کرکت میگفتی؟ بازی های کرکت، سلسله بازی های بیستواره کرکت بخیر بین هند و افغانستان آغاز میشه و تلویزیون جهانی آریانا نشر قانونی و انحصاری را به عهده داره. انشالله نشر قانونی یعنی په ځانګړې او قانوني توګه تاسو کولی شئ چې له آرینا تلویزیون څخه وګورئ او د دې تر څنګ له آرینا اف ام څخه هم د لوبې نشریږي. تاسو کولی شئ چې غزاینه یې واورئ. بسیار خوب، پس نصر جان اگر موافق باشی د مکتبتون زنگ چی رقم میزد؟ امو زنگ رقمی؟ از ما نه، همی ساعت که تبدیل میشد. ساعت که تبدیل میشد یک همه قدر یک آین بود. کلان یک جای باز میزدن دنگ کت چکش میزدن دنگ. او رو ما باز ساب کرده بودیم. الان ما فراموش کردیم ساعت که تبدیل میشد چند دفعه میزد. نه ساعت اول باز در رخصتی تو بکرد دنگ 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 رخصتی اونو دنگ دنگ زیاد مزدار بود. حالا ما یک در مورد این زنگ ها صحبت خود کردیم. یک مهمان دارم ای که من چرا این سوال کردم خیلی ادامه برنامه ببین. خب درست است اگر موافق باشی. خب گپ خب. من رفتم. تشکر نصر جان. حیزا در ادامه برنامه مهمان می داشته باشیم. We'll be right back.
خوش آمدین عزیزا به ادامه برنامه. قسمی که در آغاز برنامه یادآوری کردیم باز هم میمون میداشته باشیم. میمون ما یک چیز متفاوت ساختن، من شکل یاش برای من جالب است، اما اینکه چی ساختن در ادامه برنامه صحبت میداشته باشیم. معمولا میفهمین که ما در برنامه گپ ناو کسایی را میداشته باشیم که حرفهای جدید به گفتن دارن و کارکرده و فعالیتهایشان برای ما و شما جدید است و گپ ناو است. شما دوستا و شما بیننده های عزیزی که برامی خودتان برامی گپ نو را بیننده هستید، شما رو تماس برامی در خدمت شماست. میتونین شما هم تماس داشته باشین و برامی خودتان اینجا مهمان شوین. این برنامه از آغاز تا به حال به می منظور این برنامه ساخته شده تا ای که شما از زاویه اینو استعدادایتان به نمایش بگذارین. گپ نو و می دلیل است. بخش های دیگه ای را ما در برنامه داریم، بخش کمری مخفی، بخش میدان بیا، پیاده برو، جایزه بگیر، ولی در کل هدف ما این است که جوانایی را که با حرفای جدید هستن همچنان در برنامه داشته باشیم. خب پر حرفی نمی کنیم، میمان برنامه را خوش آمدید میگم. خوش آمدید به برنامه. زنده باشی. تشکر. عبدالرحمن عظیمی هستم، عظیمی تخلص میکنم، یکی از اشتراک کنندگان برنامه گپ نو. خیلی خوش آمدید به برنامه. زنده باشی. خب در کجا درس میخوانی؟ در انستیتیوت میخانیکی کابل به صنف 11 هم به درجه 3 هم تحصیل می در تحصیل خود ادامه می درجه 3 هم ما در درجه هم هستی دیگه در درجه هستیم. حالا اول نمره دو نمره سه نمره است یا ای که امو الف و بی گروپ گروپ است؟ نه خیر، این انستیتیوت است به شکل پهنتون وارست به درجه معنایی نداره، ولی بازم هر کس دستاوردشه همو تلاش را که میکنه برایش وانمود میکنه که مهم است که شما یک درجه ای داری. حالا چی چیزها را یاد گرفتی و چی چیزها را در ذهن داری که بسازی بخیر؟ فعلا سیستم وایرینگ کاری ساختمانی را ما یاد میگیریم در این سمستر، یاد گرفتیم در این سمستر قبل که گذشتاندیم و بعدها شاید سیمپیچی موتورها باشه که بعد شکل که برادر عزیز ما در دیگه برنامه نمایش دادن، شاید سیستم های نوع را تدریس شویم ما و بعدا چیزهایی را که در ذهن داریم که بعد انکشافش بدیم، شاید پروژه های بلند باشه که از توان ما بالاست ولی ما بالای ناکار میکنیم، که شاید یک پهباد باشه که یا بخصوص پهباد یا امو تیاره بسرنشینی باشه که بتانه به احتزاز در بیاریم را و ای پلان دارم و همچنان این را بگویم که در این پهباد چیزهای را حزگرهای را جاگزین میکنیم که میزان فشار، میزان رطوبت، رطوبت آلودگی هوا را تشخیص بده. خب چقدر هم نیاز است در این وقت؟ خب چی وقت است به کار میشین دیگه؟ اول خیلی نمیاله فکر که آلودگی هوا در کجا رسیده؟ امسال دیگه تا این دم تا می شب روز را که ما و شما قرار داریم اواز نسبتاً از لحاظ سردی خوب است، اما بارندگی را که مثلا برف باریده باشه شاهد نبودیم و به می دلیل هم آلودگی هوا دیگه در امو اوج خود رسیدنه. و ایتو یک مورد را که خودت یادآوری کردی بسیار نیاز است در همین شرایط، خصوصا وقتی که شب شام طرف خانه بری بازگه میفهمی که ایچ از یک متری یا دو متری او طرف معلوم نمیشه. خیلی دود، غبار، همه چیز که این مسئولیت خود ما داریم. اما تنهای عزیز، حالا که این موضوع را اگر ما شما یادآوری میکنیم در برنامه، ما اگر مواد سوخت درست داشته باشیم یا مثلا مواد سوخت اگر کمک قیمت‌تر می‌خریم با کیفیت‌ترش رو بخریم بهتر است. و کسایی که وارد کننده هستن یا کسایی که تولید کننده هستن، یک سری مواد سوخت با کیفیت اگر مثلا بیارن، یا اینکه مثلا زغال سنگ را که مثلا تولید میشه یا تولید میشه باید تصفیه شه، چون بعضی زغال سنگایی را که منیس کمک فکر بکنم مادری آخر از تعداد دوستا پرسان کردم که منیس کمک خانه شان آباد کسایی که کمک کردن برای تعداد افراد نیازمند کمک کردن، اما او زغال سنگ از کیفیت که باید و شاید لازم بود برای سوخت از او کیفیت برخوردار نبود. اونمو از باعث میشه که آب و هوای آلوده داشته باشیم. متوجه ساعت خودتان هم باشین، متوجه ساعت ما هم باشین، متوجه ساعت هموطنانتان هم باشین. اما ترست؟ و همچنان یک گپه که از لابرای سخنهای خودتان گرفتم که به هموطن عزیز مایی را باید برسانیم که در کسایی که فقیر هستن نمیتونن چوب خرج زمستان را بخرن، از او خواهشمند عزیزتیم که امی تیرهای موتور، موتورها و امی بودهای پلاستیک های
که بسیار دودهای مضر امراض‌های گوناگون از به وجود می‌آورد نسوزانند. اینجا ما یک شکل چی بگویم؟ تلفن‌های سابقه یادتان است؟ امو دوران کامرمان عزیز ما که تو چرخش می‌دادی نه؟ کار راست می‌کرد. دورانای نصرت که نو خسکر بود از او تلفن ها بود باز خانه زنگ میزد که ما جور سلامت تشریف دارم. ای چی است؟ ای یک نو زنگ برقی است که از این ما خود ما در انستیتیوت داریم. خواه زنگ برقی است. ای به شکل دیواری میباشه. تمام دیوار نصب میشه. در روی دیوار نصب میشه. اما شکلش همین چیزی که ما گفتم تقریبا همون تو یک کمک هست نه؟ بله. ای تم یک شکل داره که قابه که زنگ که در وجود داره تمام ای بزرگ می باشه، تمام مشخصات از ای در پشت از ای پنهان می باشه. خواه. ما مثل یک دایره در دیوار می بینیم، می بینیم که یک چیز نمایشی است. ولی ای یک زنگ است. زنگ است. من ایره خواستم بر من حیث یک پروژه که سال تمام میشه، من حیث یک دستاورده با مکتب خود داشته باشم و ایره خواستم بعد شکل استاده نمایشی و کارکرد و میکانیزم از ایره به نمایش بکنم. عالی است. در مورد کارکردش یایش صحبت میکنیم ولی فهمیدیم که این زنگ است. بله. خواهی نفت زنگ هم از تلفن دور نیست، وقتی که نام تلفن میشنیم حتما زنگ به یاد ما میاد. بله. پیش از اینکه روی پروژه صحبت بکنی، پروژه دیگه هم روی دست داری یا تنامی است؟ پروژه هایی بوده که قبلا کار کردیم. چی بوده؟ یک اتاق امن بود. اتاق امن بود در با دروازش با مغناطیس کار میکرد. هنگام دروازش واز میشد با سیستمی که او اصلا با دو اتاق میشد، با دو اتاق ضرورت داشت. ما او را به شکل دو منزله تنظیم کرده بودم و منزل پایانش که بود منزل اول اما اتاق بوده که امن بود، با نظارت خانه بیشتر به کار گرفته میشد از او و در سیستم بسیار جاهای مهم کشخاص را که در اونجا نگهداری کنن. او با قسمی بودن که دروازش وقتی که باز میشه بس با دفتر مرکزی جایی که است با خود شخص نمیدانه، بدون از این که دروازه رو باز میکنه نمیفهمه کدام عکس العمل را هیچ وقت حس نمیکنه، ولی با دفتر مرکزی که تمام استومش به اونجا قرار داره و اونجا اطلاع میرسونه که دروازه از اینجا باز شد. ها. و همزمان کمره های امنیتی که در بالای دروازش قرار داشته بود امو فعال میشد و شخص هر طرفی که میرفت کمره ها همراه با گروپ ها طرف امو دور میخورد. سنسور داشت مشناخت. حضور سنسور حضور افراد داشت. و او بود وقتی که به داخل اتاق میشد دروازه از پشت سر با فنر کش میشد، بسته میشد. وقتی که با یکی از پته‌های راه زینا سویچ جاسازی شده بود، سویچ قلف بود که وقتی که شخص داخل اتاق میشد، همی پایش که سر زینه پته‌های زینه قرار میگرفت، قلف فعال میشد و قلف از پشت سر دروازه قلف میشد. و در داخل از این اتاق یک میز داشت. بله. و یک کمره های ایمنی با دو طرفش بود که میتونستیم از دفتر مرکزی با این شخص صحبت کنیم که آیا اگر با کدام چیز آمدی، با کدام هدف آمدی، هدف چیز چی میخوایی، با خاطر چی به اینجا حضور پیدا کردی. همی قسم یک چیز بود. و پروژه دومون بود همی نمایش زنگ برقی بود. همی دو پروژه بود. بسیار عالی است. انشالله که موفق باشی و در ادامه برنامه در مورد صحبت خود کردیم و میبینیم عملا که چگونه کار میکنه و موضوع کاری از این از کجا آغاز شده، چگونه کار میشه، اگر کسای دیگه علاقه من باشه چطور میتونن ایره بسازن. در ادامه برنامه صحبت ها را ادامه خود دادیم. عیسا دم آذر وقفه میداشته باشیم. برمیگردیم و در ادامه خود برنامه خودتان در ادامه برنامه گپ ناو با حبیب ناظم باشین و مهمان بسیار عزیزیم که در مورد این زنگ صحبت‌های خود داشتن. خوش آمدین عزیزا به ادامه برنامه خودتان. از تلفن‌های سابق یادآوری کردیم. یادش بخیر. میگه عمو تلفن‌ها که بود با صمیمیت هم زیاد بود. بله. حداقل زیاد تماس می‌گرفتن، زیاد احوال یکدیگر می‌گرفتن. حالا که میتونن تصویری مثلا یکدیگر رو ببینن، باز بعض دوستا رو ببینی که گلمن میشه که برای ما وقت نداری. یعنی حالا یکانه چیزی که از ما و شما فرار کرده زمان و وقت است. زمان و وقت است. اما تو رسمی؟ بله. و ایرام یادواری شما میبخشین صحبت های تان وقت کردیم. ایرام یادواری شما که وقتی تلفن های سابقه بود ازاران کار کرد نمیتونست. یک کار را میکرد که تنها سیستم اطلاع رسانیش بود که تماس میگرفت صدا را پس پخش میکرد. حال با وجود که هزار کار این تلفن رو انجام میده، صمیمیت ها رو از ما دور ساخته.
و این رقم مرد بگویم برنامه ها بسیار پیشرفت کرده، همه همروزه همزمان میتونند در یک روز دو یا سه برنامه دیگره با جمع برنامه ها افزود شوه و همگی مصروف همین برنامه ها شده، صمیمیت از بین رفته. آه، وقتی که داخل مثلا فضای مجازی میشین باز بجای از اینکه برین پیام ها رو چک کنین میگین تو باش که چی گپای جدید شده، وقتی که به این گپای جدید سر میخورین ادامه پیدا میکنه، میرین 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 فکر کنین که وقت گذشته، یک وقت متوجه میشین نه ای که زمان از دست دادیم بلکه میتونستیم در این زمان چیزهای زیاد را مطالعه بکنیم. هرچند مطالعه نسبی حساب میشه، ولی کاش که ما مطالب مفید در صفحات نشر شود که بهتر خواهد بود. خب میایم روی زنگ، چه رقم کار میکنه؟ سه نوع سویچ برش دادی؟ زنگ که هستم سه نوع زنگ دارم، سه نوع سویچ فشاری دارم. خب هر دوره برقی از این به طور جداگانه روشن و خاموش میشود. از دو ادپتور از استفاده شده که برق ایسی مستقیم را به ایسی متناوب را به دیسی مستقیم تبدیل میکنه که زنگ منبع برق از یا باید دیسی باشه که به شکل دیسی برق دیسی ضرورت دارن. خب یک دورش خاص به خاطر دو موتور میباشه و دوره برقی دومش که از خاص به خاطر همین سیمپیچی که شما مشاهده میکنید، این سیمپیچی موصف با مو میباشد. خب موضوع سیفتی از این کال در ایجاد دست بخوره برق مرق نگیره؟ نه خیر، برق نداره، بخود برقش مستقیم است، کدام جایش ارت نمی باشه کسرت دو برق بگیره. خوب. یعنی امن است. مقصد از وقتی که مرمی همکار مالی ترسانده من این برق چیزا که می دست میزنم باز بسار می ترسم، یعنی خطر نداره؟ نه خطر نداره، بدون خوب. خطر است. بله حال من سویچش کنم یا خودت سویچش میکنی؟ بفرمایید. خب کدامش از اینجا شروع کنم؟ اول میره باز آخری ره. اینی ره؟ بله. ای که بود دوره های برقی را بالای امی زنگ ها فعال میکنه. خب آل صدام داره ای زنگ؟ بله، این حال گروپ های سرخ که مشاهده میکنین چالان است. دوره های نماینگر عزیز که دوره های برقی کاملا فعال است. زنگ اولی ره فشار بدهید. اما تو؟ بله باش. این به شکل یک تک است. وقتی که بخواهیم به حالت ضربه ای بیاریمش. و یک چیز دیگه یاد ما رفته بود که گروپ هم داشت. یعنی گروپ اینه اینیش خوبش. خب او دیگه و این به شکل ضربه ای بود و اگه ای را بسیار نگاه داریم بازی به صورت یک تک هم میاد و این کس تا یک کمی جریان برق بالای ازی باید زیاد باشه، بسیار کم کار میکنه، صدا را بلندتر میکشه ولی این یک کمی مشکل داشت. اینی از او زنگای چی هم هست؟ این برای مکتب هم کلانترش باید باشه؟ موارد استفاده در بسیار جا کارخانه و مکانه های آموزشی به خاطر زنگ هایی که مورد نیاز ساعتوار برای چی هست؟ بله باش که یک دفعه یک زنگ بزنیم که تفریح است. خواه نه هنوز بر رخصتی وقت مونده. بله همون تر است. خواه جالب است همچه یک کار. شاید در مکتبا وقتی که زمانهای نصرتشان بود بازت یک بله تاوه بود، باز دو تاوه مثلا که یک دانه سیخ بود یک چیز میزنن سیخ بود، باز اکثرا سیخ گم میشد یک خشت یا سنگ پیدا میکرد. او رو باز شاگردای که یک دانه شخ می بود تو چی میکنن باز کرد یک دانه سنگ یک چیزی مثلا ساعت اول دوم سه هم بیرقن. بله این جالب است که اون تکیه هم جور کردین نه که تک تک نظر بچه و از مکاتب دیگه که است در مکتب خود ما قرار داره و با بسیار یک مکانیزم بالا دو او رو شاگردان کار کردن. نه خیر او به طور خریداری شده. باز او را صدایش بلند است، همگی می فهمید صدای از او بسیار بلند است، می تانه همزمان دو سه منزله یک زنگش در بر بگیرد. جالب است. خب پلان ها و برنامه های بعدی چی از بخیر؟ پلان ها در کنار از او که گفتین بخیر یک تیاری بی سرنشین هم می خواهیم بسازن. قبلا هم یادواری کردم که اگر امکاناتش باشه اوضاع اقتصادی ما چندان خوب برخوردار نیسته، اگر کسی امروی ما کمک کنه میخوایم میره جور کنیم به خاطر که به وطن ما بسیار ازی نیاز داره که آلودگی هوا را
آلودگی هوا را شناسایی کنه که ببینه که چقدر هوا آلوده است و همچنان یک سیستم مرکزی هم کار داره که به صحت عامه باید وصل باشه که فوراً از آلودگی هوا آنها را صحت عامه را با خبر بسن که هوا آلوده است با کدام نوع ویروس یا گرد و غبار که پیش میاد. عالی است. با ادامه صحبت های شما باید بگویم که دوستان تا ای که می موضوع آلودگی هوا حل میشه بیاییم صحت خودم حفظ بکنیم و حداقل ماسک استفاده بکنیم بلد. بیرون که میریم بهتر خواهد بود از ای که مستقیما ما تنفس بکنیم می هوای آلوده را بهتر است که ماسک استفاده بکنیم و در کنار ماسک ای که آلودگی هوا را ما و شما چی میگن مطمئن میباشیم که حداقل کمک کاهش پیدا کرده و نمیتونه مثلا نمیشه که تنفسش بکنیم در کنار از این از ویروس های بسیار زیاد که هنوز دامنگیر ما هست جلوگیری خواهد کردیم. تشکری میکنیم از حضورتان از این که در برنامه آمدین و حضور پیدا کردین. انشاءالله شاید پروژه های دیگه هم باشیم که بیاریم در برنامه از خودت داشته باشیم. در پروژه های دیگه هم دخیل بودی در مکاتب؟ نه خیلی کمرای کسی شریک نبودیم بلکه وقت بسیار کم داشتم نتونستم که با کسی در پروژه شریک شم. بخیر باشه. در پروژه بعدیت انشاءالله که باز هم این برنامه گپ نو در خدمت خودتو همه جوانو است. باز هم تاکید میکنیم برنامه گپ نو برنامه خودتان است. سهم بیشتر از شما است. شما میان اینجا گپ های جدیدتان میگین. ما فقط معلومات خود را اضافه میکنیم. مثلا میگیم که چگونه ساخته شده چگونه ساخته نشده و بیننده های عزیز ما میبینن. شما جوانای عزیزی که استعداد دارین و توانایی دارین و میخواین استعدادتون اینجا به نمایش بگذارین میتونین که شما رو تماس برنامه در خدمت شما 0700-150-116 تصاویر یا ویدیوی کارکردتان با ما بفرستین و همچنان در مورد فعالیت‌هایتان با ما یادآوری بکنین به خاطر اینکه ما بتونیم شما رو در برنامه مثل امی جوانا دعوت بکنیم. این مهم نیست که ما سعی است که برنامه شرایط خود را داره ما میبینیم چیزهایی که جالب تر باشه برای بیننده عزیز ما بخاطر از اینکه وقت میگذارن و ما شما را تماشا میکنن به او دلیل ما شما کوشش میکنیم که چیزهای جدید را برای هموطنان ما برنامه‌اش بگذاریم ولی شما هر پدیده ای را که میخواین که اینجا معرفی بکنیم و هر کار کرده را که دوست دارین اینجا معرفی شوه حداقل گپ نو باشه برای مردم ما برای هموطنان عزیز ما و همچنان شما حمایت شوین و تشویق شوین و در برنامه‌های قبلی یادآوری کردیم که ما در کنار از اینکه جوانا را دعوت کردیم ما از متشبثین هم دعوت کردیم که این طرح‌ها را حمایت بکنن. تشکر می‌کنم. گفتنی اگر باقی نیست و یگانه خواستی که داشتم از امارت اسلامی بود کسایی که می‌بینن اختراعات یا فناوری یا مکانیزم‌هایی را که در ذهنشان داره می‌خواد به وجود بیاره ولی آنها مشکلات اقتصادی دارن امینها را حمایه کنند. اگر به فکر ازی باشن که اینها را چگونه جمع‌آوری کنن بس آسان به بسیار یک وچه احسنش یک محفل را برگزار کنه که به نام جمع‌آوری مخترعین باشه یا مسابقات مخترعین باشه. اینها هم یک جد کسایی که شوق علاقه نسبت به کارش داره میتونن اشتراک کنن و در اینجا میتونن شناسایی هم بکنن و پروژه هایشان معلومات ازشان بگیرن که چگونه پروژه میخوان جور کنن، طرحشان رو ببینن. اگه با کار آمد بود خو امرایشان کمک کنن، اگه نبود بالایشان افتخار کنن بگن که یک چیز دیگر من نظر بگیرن که تنظیم کنن یا امور با وجود بیاورن و همی گفتنی هایی میدن. بخیر باشین. تشکر. زنده باشین. بخیر باشین. از اون بیننده وقفه می داشته باشیم. برمیگردیم در ادامه برنامه گپ نو. حبیب ناظم با جمع از همکارایش همراهی کنین. انشالله که تا پایان برنامه از برنامه لذت خود بردین. در مازار وقفه می داشته باشیم. خوش آمدین. عزیزا به ادامه برنامه خودتان. برنامه گپ نو. نصرت جان هم که از پیکه خود نو نوشته کرده در این برنامه با ما هست. این اگه شما خودتان متوجه باشید. خود 88 نوشته میکنی سال 12 ماه. ما چیزی گفتیم؟ اینطور. نو به هر حال خوش آمدین نسرا جان. مویا ایم زیاد به تکلیف نیستم. واقعا راست میگی. یعنی نه راست میگی. تو دم خوام نارام میباشی که موی خراب نشه. نه اگه مویا خوام یک روز یک کم متفاوت بیاد حداقل در برنامه که نیستی روزی که برنامه باشه. آمده ایم دیگه خون دیدی. یا دائم میره خم مرا دیدی. نه همیشه هم تو دیدیم. چند سال میشه مشناسیم؟ بسیار وقت میشه. شاید مدت 8 سال 9 سال میشه نه؟ خب ما عادت ما است میگم موی منظم باشه. ریش موی منظم نباشه بازی حالا هر موی استاد خو منظم نیست.
خب برای ما همین منظم از استایلای منظم ترش هم از دگاه هم استایلای مقبول مقبول دیگه ببخشی حالا ما صبح برق نباشه اومدیم نه صبح که برق نباشه ما بسیار جگرخون به می خاطر می باشم که موی چطور کنم اینی می مسئله است تو توی کالاشی میگه آره مقصد یک چاره کار می کنم خوب است پس جان در این بخش برنامه از چیزی که خودت هیچ استفاده نمی کنی در موردش میریم می بینیم این در برنامه که میاد آغاز برنامه برات گفتم اینو حدس بزن چی دخانیات نه دیگه وقتی که ما بس تو چیزا استفاده نمیکنم نه 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 ما یک بخش را میبینیم ما رفتیم یک چیز خریدیم که خودت از او هیچ استفاده نمیکنیم ان شاء الله میخرم یک روز حتی من بسیار خوب چیز است ما زیادتر از اسپری استفاده میکنم اسپری استفاده میکنیم ولی وقت فصل تغییر میکنم بهتر است مثلا در تابستان اسپری خوب است ولی در زمستان ما شما که وقت فصل سرد میشه اسپری چون جاکت و چیزا میپوشی اونقدر شاید تاثیرگذاری نداره خاطر خوبتر از به نظر من اما اگر بخوای که از عطرای خوب استفاده کنی شاید کم از اسپری که قیمتا بسیار تفاوت داره از اون خاطر شاید بعض وقتا نتونی مثلا من به نظرت از اون آدمایی هستم که عطرای ارزان استفاده میکنم یک دفعه ما یک گزارش داشتیم اون یک تایتل زده بودیم یک عنوان نوشته کرده بودیم گزارش حفیظ جان امیری بود نوشته کرده بودیم عطریات قیمتی از یک دلار تا یک هزار دلار. این آنو مخ میفهم یک هزار دلار نمیخری؟ نه یک هزار دلار بندازه جیبم میخرم. بندازه اون یک دلارش نخریدم. خیر هرچی که خریدیم بریم در ادامه برنامه اگر موافق باشی بریم خب در مورد ای که چگونه عطر ما انتخاب کردیم. باز شون... یک دفعه استفاده میکنیم. حتما. فقط اگه امتحان. بریم ببینیم. حداقل این نصرت هم خوشبوی شما. همین پشت صحنه یک نفر کس همینجا گرفت. بریم از جا می بخش چی بخریم ببینیم. سلام سلام بیننده‌های خوب تلویزیون آریانا عزیزانه که برنامه چی بخریم رو بیننده هستین آرزوی سعادتمندی شما را دارم آرزو دارم که هر کجا هستین از ساعت عافیت برخوردار باشین و تا پایان برنامه خودتان همراهی بکنین همچنان عزیزانه که همیشه برنامه گپ‌ونوا رو بیننده هستن در خدمت شما هستیم امروز هم حبیب ناظم اومده که می‌فهمین در برنامه چی بخریم دیگه که وقت میایم بیرون موترخانه ای خدایا غریبی است یکان چیزا خریداری می‌کنم امروز اومدیم به دنبال عطر در ادامه برنامه ما همراهی کنیم و میرم ببینم که چه عطرهایی را میتونم برای خود انتخاب بکنم برای خانواده و تا پایین برنامه هم روی شما از داره خواهم است سخت‌ترین انتخاب در عطر است اگر اشتباه نکرده باشم موضوع لباس یا خب لباس میتونید به خیاط خود کلان کنی ولی عطر بخاطر از اینکه ما شما استشمام میکنیم و وقتی که طعمش بدل ما نباشد اگه باز ناخوشایند تمام میشه و سخت‌ترین کارم انتخابش است من یک چند عطر را که یک شلور بود یکی ورساچی انتخاب کرده بودم چون بوی آرام داشت و حساسیت حالا مثلا اینجا با چی خصوصیات دوستامین و با چی طعمای عطر را میتونیم پیدا بکنیم از پیش شما خب در مجموع عطر نظر به شخصیتات متفاوت است هر شخصیت ذوق منحصر به فرد خود دارد یعنی میتونه نظر به مو انتخاب بکنه و عطریات لورز مثلا میشه که اینجا چند سمپل را که داریم مثلا از کمپانی لورز کتگوری نیش عطریات سیگنیچر سنت است عطریات از که بوی خاص خود کمپانی لورز است بویای مختلف داره بوی سرد هم است بوی گرم هم است نسبتا بویای شوخ هم است بویای آرام هم است فرق میکنه نظر به شخصیت و نظر به انتخاب مشتری است و به مو شکل عطرای الگنت است که بسیار پکینگ مقبول و پکینگ استاندارد که خود کمپانی لورز داره که میشه باز تصویر برشان بگیره دیگه به مو شکل لیدی روز است که بخش خانم ها طبقه اوناس استفاده میکنن که خوبی و تفاوتش نظر به برندهای دیگه ای است که ماندگاری بیش از دو روز داره در لباس و به مو شکل پکینگ استاندارد که داره و به مو کاتگوری های دیگه ایش که هست مثلا دلارد بتین اک بار دلارد فارمن فارمن اینا زنانه او زنانه بود ای به مو شکل مردانه ایش هست بوی های مختلف داره جابر جان درست ما خمای کسی رو میتونم بوی کنیم باز آه یک تست کنیم که با 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 اوکن دو روز ماندگاری داره دلباس بوی خاص خود داره و نظر به
اما خواست مشتری است. کسایی که بوی سرد، بوی تند، بوی نسبتاً خنک خوش دارن، این را بهشان ما پیشنهاد میدیم. خواه، امیر باز نشانی کنین، من واقعا خوشم آمد. عزیزا، میگه دنیا زیباست با دو زیباییش، و وقتی که دنیای موضوع عطری ها تیار میشه، شخصیت ها را منظبر به مو خوشبویی و خوشایندی عطرشان ما شما دوست داریم و این عطر هم خوشایند بود. اگر موافق باشین یک چند تصویر از عطریات نشان بتیم برای دوستا، باز ما و خودت سر عطرهای دیگه صحبت میکنیم. عزیزا شما یک تصویر ببینین و می که چگونه عطرها در این جایی که ما آمدیم وجود داره. باز دیگه ما عطر دلخواه خود نمیشه که چی میگن، ارچن گفتن که مو سودای اول چی میگن، بوی مشک میاد، بوی مشک میاد، اما باز چی میگن، یک چند نمونه دیگه هم ببینیم، باز ببینیم که این بوی مشک میاد یا نه. شما یک چند تصویر ببینین عزیزا. یک باریکی که است عزیزا، وقتی که فصل تغییر میکنه، ما و شما خوی خواص ما مثل امی که غذاها را مثلا که ازی که لباس هایی را که در فصل تابستان است نمیتونیم در فصل زمستان استفاده بکنیم، یا غذاهایی را که مثلا یا میوه هایی را که در فصل زمستان است. به این دلیل امی ما فکر میکنم که عطر هم تغییر میکنه، نه در هوای گرم باز باید عطر متفاوت را استفاده بکنیم، در هوای سرد هم که فعلا ما و شما در فصل نسبت سرد قرار داریم باید عطر را استفاده بکنیم که طبق میل ما و در این فصل سازگار باشه، که اطرافیان ما عطر ما و شما به دلیل استفاده میکنیم اطرافیان ما لذت ببرن و برشان خوشایند تمام شود. ما و شما عطر و لباس یگانه چیز است که میگه بود عطر لباس که بیانگر کرکتر و شخصیت ما در یک جامعه است، در یک جایی که میریم عطر است. دقیقا عطر نظر به لباس، نظر به فصل و نظر به جایی که میزنیم فرق میکنه، و معمولا عطرهایی که بوی فرش یا سرد دارن معمولا در فصل تابستان استفاده میشن، این را همینگی ما شما میفهمیم، و عطرهایی که نسبتا بوی گرم، بوی شیرین و همچنان بویایی که نوتای مثل تنباکو، چوب، عود این چیزا داشت استفاده شده باشه در فصل سرد و زمستان و خزان ما استفاده میکنیم. و یک موضوع عطر دیگر میخوایم براتون معرفی بکنم. انجل وینگز. انجل وینگز، بله. اطمانی بر خانم ها زیگه اطرای نیش، دقیقاً یکی از اطرای نیش لورس هستم که ایام تازه معرفی شده و بوی داره که بویش تقریباً شیرین ملایم مخصوص فصل خزان و زمستان، و یک اطر خاص است و بیشتر از دو روز دوام بوی داره در لباس البته، و پکینگ بسیار مقبول هم داره برای کسایی که برای دیکور و چیزهای خودم زیاد ارزش میتن. و انجل وینگز که هسته یک عطر خاص است برای کسایی که مثلا در محفل و جاهایی که خلاصه تجمع زیاد باشه میتونن استفاده بشه. بسیار خوب، اگر این ما برای خانواده بخرم باز چند برای ما تمام خواهد شد؟ قیمت از این من باز آخر تخفیف شم میگم، حالا قیمت است. بله قیمت از این 2690 افغانی قبل از تخفیف است. آها قیمت هم مناسب است سایسا، و من فکر میکنم که عطر بهترین تحفه باشه وقتی که عطر میتین، یعنی هر کسی که تحفه میبره عطر رو مثلا خب کتاب قلم هر کس ولی عطر یک تحفه است که هیچ کس ردش هم نمیکنه و برای همگی خوشایندم تمام میشه. همونطور است؟ بله. خب The Lord for me. مسئول دیگه ما The Lord یک عطر خیلی خاص که عطر است که بخیلیم پیشتر ما تست کردیم امون خوشم آمد. دقیقا یک عطر سیگنچر سنت، ما سه نوع عطر باید استفاده بکنیم. یکی عطری که بر فصل تابستان یا خزان، فصل تابستان یا بهار باشه که بوی فرش داشته باشه، و یک عطری که بر فصل سرما، خزان و زمستان باشه، و یک عطر سیگنچر سنت یا عطر امضای خودتان که مخصوص خودتان باشه، و The Lord همچنان عطری است. فقط عطر امضای خودتون است، رایحش تکراری نیست، در دیگه عطرها استفاده نشده نوتایش، و کاملا یک عطر خاص است. فقط اما شخص میخواد یک بوی خاص خود داشته باشه، و یک کامپلمنت گتر بسیار عالی است که افراد شما میپرسند که شما کدام عطر استفاده کردید. معمولا عطرهای دیگه که است مثلا بلود شانل، کرید اونتوز یا دیور ساواژ، این مشهورش براتون نام گرفتم،
اینا کسایی استفاده کردن، وقتی که شما استفاده بکنین میفهمن که شما کدام عطر زدید. ولی سیگنیچر سنت عطرایی هستن که مخصوص بوی خودتان هستن، دیگه کس استفاده نکرده و غیر خاص میتونید خودتان استفاده بکنید. و دلورد هم همچون محصولی است که در سال 2023 معرفی شد دلورس و فعلا هم در نمایندگی ما موجود است، دوستان میتونن به دست بیارن. جالب موضوع را اشاره کردن. هیزا، عطرتان بیاد باشه، بیادتان باشه که یک جایی که میرین باز میگه که اینی عطر فلانه نفر زده بود. و اگر عطر خاص استفاده کنین، او عطر دیگه فکر کنین که نام کمپانی شما اگر بیاد کسی نمانم بگوین او عطر که مثلا عبیب نازم استفاده کرده بود، اینی عطر بود که گفته شما سیگنیچر سنت ها؟ بله. عطر امضای خودمو معمو عطر خوشم اومد ان شاء الله که میگیرم، ولی قیمتش باز برام قبل از تخفیف بگو که باز آخر ما حساب کنم که چند قرضدار میشه. قیمت از قبل از تخفیف 2990 افغانی است، باز تخفیف داره برات. عالی است. عیزو، عشق چیزی است که آن خودتان میفهمید. یه عطر عشق است و مثل که عشق جذب میکنه، یه عطر مطمئن با میخواست خود بود و من نمیفهم که باش در مورد خصوصیاتش صحبت میکنیم. خب در مورد عطر عشق دوستا باش کجا منتظر بودن؟ عطر عشق هم که تازه ترین محصولات لورس است و بوی کاملا عربی و وود داره، مخصوص خانم ها هسته. فصل نداره، میتونن چهار فصل استفاده بکنن که در جمله عطرهایی هسته که یعنی خاص هسته برای کسایی که بویای عربی دوست دارن. البته بویای شرقی دوست دارن، اونان کشورهای خاورمیانه که هسته مثل افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران و همچنان امارات و اینجا، اتو عطرها رو زیادتر، اتو رایه ها رو زیادتر دوست دارن بخاطر از یک خاطره دارن امراش. و مناسبت خاص نداره، میتونن در تمام مناسبات استفاده بکنن. و یک عطری است که خاص پسند است، کسایی که فقط نوتای خاص دوست دارن، رایه های خاص دوست دارن، میتونن از عطر عشق استفاده بکنن. جالب است. آن در مورد ویژگیش هم گفتن عیزو، یه هم بوتلش است مقبول. ای بخش دیگه تمامش عطرهای خانم برای خانم هاست یا نه؟ نه برای آقایان هم هست، برای خانم هم هست. لیدی روز هم چون دیدم؟ لورد دیدین دمو اول براتون معرفی کردم. و لیدی روز، لیدی روز که هست ست بین لورد و تقریبا به سوانی شامتونه. بله دقیقا لیدی روز که هست یک ست بین لورد و لیدی روز است که یعنی کسایی که آقایانی که از لورد استفاده میکنن میتونن که بر خانمشان یا بر خواهرشان، مادرشان میتونن که از این عطر استفاده بکنن و ست بکنن عطر، چون عین پکینگ است و این بوی رایه زنانه داره و او مردانه و این هم خیلی خاص است. بسیار خوب. این عزیزایی هم میتونین برای خانواده، برای خانم، برای خواهر، برای مادر خود تحفه بتین. چیز جالب است. خب عیزا، ما میبینم که چقدر با تخفیف ما پول قرضدار میشم. ای بود برنامه ای که تقدیمتان کردیم. آرزو دارم لذت برده باشین از برنامه، چشم برای نظریاتتان همچنان هستیم. خب از شما 8270 افغانی شده، بعد از تخفیف به شما 7000 کرون. 7000 خیمی خیلی کار بتین که من خدافزی کنم، باز حتما پولش هم پرداخت میکنم. تشکر. مشکل نیست، خوش شدم. بخیر باشیم. تشکر از شما. آمد باشیم. عزیزان بیننده، این بود برنامه چی بخریم که تقدیمتون کردم. نظریاتتون رو کامنت نوشته کنین و چیزهایی را که دوست دارین که ما در برنامه چی بخریم از کیفیت، از معیارش ما برای شما معلومات بدیم نوشته بکنین. موضوعات شاید زیاده باشه که من نتونسته باشم در برنامه بگیرم، پس برنامه آرزو دارم مورد پسندتان قرار گرفته باشه. و تا برنامه بعدی که حبیب ناظم خدمت شما حاضر میشه، شما رو بالای پاک لای ازام بسپارم. بقیه وقتتان بخیر. الان نگهدارتان. بیا هم بخیر او گرزده یک اپناو خبرونه ده از هاو ناظم جان ستاسو درانه چوپر کیو.
د ناظم جان دغه برخه چې بخریم و په ګډه مسروه کتله پرختیا هم تصویر کې خوري ښایسته ښکارید د چې مثلا هغه تر سره هم خوشبوئی کوي رښتیا هم ډیر خوشبوئی دی نو دا به له خیر سره یو ځل واز مې امتحان وکړو په تر کې روی تصویر خوشبوئی شمالم نه بله یک بار باید امتحان کنیم پس دری به لحظات برنامه میریم بخش کمره مخفی رو میبینیم عزیزان خیام جان نامده بخش کمره مخفی رو تقدیمتون میکنیم و ببینین در ادامه برنامه بازم در خدمت شما خواهد بودیم. کارم داریم. خب بیا من تا اونجا رم تا نمیتونم بپرسم. آره بیا شروع تو خدا میکنیم جمع تا اونجا. چی پس؟ تا اونجا میبرم تو پاس پاس بیا. مشکل تا بود. حالا مشکل ما چی میکنیم اونجا که رفتی میفهمی خودت که چی مشکل است. خب بیا دو بغلک بریم. در کدام بغلک؟ این دی بغلک. چی کار داری اینجا؟ اینجا جای نیست بیا یک جای دیگر میگه این علاقه دست ما جنگ دلت هست بیا که بریم او بیدار تو اینجا تو بیا خدا کشکش نکن کجا بریم؟ بیا که بریم تا او بغلا را میبرم تا پس میارم علاقه ایوانه هستی تو چیشی برو وقت ما رو این ناق بیا اوجا ما میترسم ما میترسم اگر نیمه میرفتم برو خونمی یک چاری ما میترسم خودم تو بیا کدیم برو ولی اگه اجگفه باشه نمی چاری یا اول چاری عبدالقه نه ما میترسم کدیم برو بخاطر چی میترسم خیره خب بیا ما میترسم سلام بیا که بریم بیا که بریم تا اینجا من کار دارم چی کارم داریم خب بیا من تا اونجا رم تا نمیتونم میترسم آره بیا شروع تو را خدا میکنیم جمعیت تاوجا چی گفت؟ تاوجا بیبرم ات پاس پاس بیا مشکل تا بود؟ حالا مشکل ما چی میکنیم اونجا که رفتی میفهمی خودت که چی مشکل است خب بیا که بریم بیا بره لایما که برا بیا که ما میترسیم آینا کوایت اصحای که میترسی چی میترسی برو بیا که بریم برا ما یه دیلوم که بیا که بریم بیا که نمیفهمی برو بیا خدا تو را شروع بیا بیا که صدای بالا ببرم بخاطر چی برم اوشا؟ حالا خب بیا که دای بالا ببرم خب بیا خیره برو ایره ایم اکو برو دیوانه هستی تو شار هستی برو ایت نمیبرم اتا خوب شام نیستی آها بیا نه بیا که بریم بیا که بریم تا اینجا میبرم اتا پس میارم بیا که بریم او بیدار تو اینجا تو بیا خدا کشکش نکن کجا بریم؟ بیا که بریم تا او بغلا را میبرم تا پس میارم ایلات دیوانه هستی تو چیشی برو وقت ما بیا اوجا ما میترسم ما میترسم اگر نیما میرفتم چی ما میترسیدم از امو خاطر تو را میگم تو بیا ایلات سماره هایده بیا بیا چرا خدا کشکش میکنی؟ بیا ما میترسم از که میترسم؟ خب تو بیا ما میترسم اونجا تا اونجا بریم خیره بیا دگه خیره بیا دگه بیا خیره آه شب تا صبح دا وظیفه بودی یک پنج دقیقه قدیمان باش بیا دگه نه که تو را خدا بیا 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 حالا چرا میترسیم؟ بیا میترسیم خب برو روز روشان از هر سود میری برو دیگه خب بیا من میترسم از که میترسیم؟ خب بیا حالا تا اوجه بریم چی گپ میشه؟ هیچ گپ نمیشه تنها برو برو بیا من میترسم نه ترس برو هیچ گپ نیست خیره؟ هیچ گپ نیست نمیایی؟ نه برو نبیا مامت نمیرم خب؟ نه از خاطر تو گناه اجده گردن تو چرا گناه اجده گردن ما؟ بیا که بریم لالا بیا بیا که بریم بیا که بریم بیا بریم تا اونجا میرم اک مکار دارم کدیم برو خب بیا نه حالا خب بیا بریم تا اونجا من میترسم خب خیره من میترسم کدیم برو چی کده تا کلیت خراب است خب تا اونجا کدیم برو حالا یک چکر بریم اما تو چکر بزنیم اگه یک رفیق هم پیدا نکنم اینه یک همی تو را پیدا کنم بار سید بالا گفتیم به نماز برم دادیم خب باز میریم نماز رو میخوانیم منوز وقت هسته چکر بزنیم صحیح ها برو که بریم چی گپ هاست کاکا خوب هستی حالت از کار مندازم خیره خیلی مشکل نیست خیره خیره گپ بیا که بریم جلالا یک چکر بزن یک چکر بزن بریم مرا ببر تا چاره عبدالله همه که یک چکر بزن خیره بیا شکر بیا که بریم چی میکنم
بیا خیر. بیا خیلی طرف چکر بزن. نه مرا ببر. مرا چارایی عبدالحق نبری من نمیشه. این طرف چکر بزن. خیر. نه وسو ببر. این طرف خوب نیست. خوب نیست. چرا؟ یک طرف چکر بزن. من بنایی را ببر با اسکلت. خیر. خیر. تو بگی خیر. یا کمک شو. مانده شده من. مرا با چیز دیم با اسکلت. چی نوخ شده؟ میریم یک جماعت دیگه. آه خسائیز و مواد میریم دیگه. مسجد میریم. مکتب میریم. دیگه شان زکم دو میخوانم. بیا که بریم خیر است. مرا تان بنایی دا بایست کنید دیگه. خیر. بیا دیگه. سلام علیک. بیا که بریم. جو. چکر بریم. خیر باشی. یا. دیکن. خود چه چطور کنم رفیق ندارم یک چکر کدیگ نمیری یک جو. ها؟ سایس مگ خالق شناختی یا نشناختی دیگه گرد گرد چی داره خود بریم یک چکر بزنیم بیا یک چکر میریم اکن طرف ها بیا یک جای میریم نانمان هم میخوریم چکر میزنیم بیا که بریم لالا بیا بیا بریم یک چکر دیم بیا تا اینجا میریم اکنیم پس پس میریم مارا تا مارکیت برسم میترسیم خب بیا خیره گمشت بیا تو مرا ببر تو یک ذره سی کن خیره بیا از تو یک چهار تا میترسه بیا خیره بیا مرا ببر بچش ما میترسم خیره بیا بیا دیگه خیره بیا تو بیا باسکل ما بابا تو میترسم حالا بیا خیر دم با اسکل مرا ببر بیا دم با اسکل ببر بود خنجانه که داره بود خیره بیا یک چکر بده حال چرا نمیبری مانا؟ مکتب نمک میشه همه قدر مسلمانی نیست یک چکر بیتی مرا چکر میتن مازی آمد بعد از مکتب بیتن خیره بیا حال برو آدم تا دیگر پیدا کن ایر تا این بازار هم میبردیم نه خب میترسم از اونجا نه نمیشه دیم نه بیا یک دقیقه آزارت میدارم چی آزارم میدی؟ بیا آزارت میدارم کمره مخفی بود آزارت میدارم او زدی همی چرت ما را خراب کردی کدام کمره مخفی؟ حال چرا قمه ترسیدی؟ نه میترسم از چی بترسم؟ حال خیلی چرا نمیرسیده او بغلک؟ نه بیا در سر جا پس میفتم خدا آزارت میدادم در محتر کمره مخفی بود آزارت بسیار جب بخیر باشی ببخشی ببخشی سلام برو خدا یارت ببخشی مزایمت شده اینجا کمره مخفی داشتیم آزار دادیم خفق نشدیم ببخشی که رایت گرفتیم جان جربان خدا رام داشته باشیم خدا جان جربان خواستیم کدید مذاب کنیم خب اینجا کمره مخفی داشتیم قربان چم خدا خیر چقدر آدم خوش دفست آرام باشی خدا جان جربان قربان چم ببخشی خدا جان جربان برو آرام باشی آرام بیا هم په خیر او ګرځیدې او ورو ورو رسیدو د خبرونه پایټکی ته او په دې هیله چې د نن خبرونه هم تاسو ته پام ور ګرځیدلې وي البته ګرځیدلې وي او کومې برخه مو چې تاسو ته چمتو کړې وي هغه هم ستاسو خوښ شوی وي سترګو ته تجار شوم هم ترس ډیره مننه ونسره جان ورور په دې برخه کې څه شی لرو یک پیام کرکته ما می داشته باشم دیگه باز رفتن رفتن داریم بگر خداحافظی میکنیم بخیر درخه ورور من پیام اجازه تست بخوام ولوله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د شلوریز نړیوالو سیالیو په لړ کې له هند سره د دریو شلوریز سیالۍ لوبلړۍ ترسره کړي دغه سیالۍ په بعد د 1402 کال د مرغومې میاشتې په 21مه شپږویشت څلور ویشتمه او اوه ویشتمه ترسره شي د افغانستان او هند ترمنځ به لومړۍ سیالۍ د 2024 کال د جنوري په 11مه نیټه ترسره شي او دا سیالۍ به د هند د پنجاب ایالت په موحالي لوبغالي کې ترسره کیږي تاسو کولی شئ چې دغه سیالۍ په قانوني بڼه له آرینا په قانوني او ژوندۍ بڼه له آریانا ټلویزیون څخه وګورئ او تر څنګ یې له آریانا اف ام څخه هم اورېدلی شئ دا لوبه کوم ځای ته چی میشه ترسره کیږي د ایالت موحالی هند بین افغانستان و هند بسیار خوب حتما بیننده باشین ایسا مقصد یک روز کدام بازی همینجا بین ما و خیام هم میشه حتما حتما تشکری میکنم از امرویتان از اینکه بیننده بودین برنامه خودتان و برنامه گپ نوره در خدمت شما قرار خود گرفتیم شبهای دیگر و ای بود برنامه امشب که تقدیمتان کردیم من حبیب ناظم همکارم نصر جان کیهان در خدمت شما بودیم با صحبت‌های میمونا با بخش‌های جالب و دیدنی
شما تماس برنامه در خدمت شما است. چینل یوتیوب هم فراموش نکنین. چینل یوتیوب هم سابسکرایب کنین، بل بتن یا غزنگولی تا فشار ورکړی او ټول خبرونه چالت اپلوډ کیږي. البته ارینا ټلویزیون کې اپلوډ کیږي او د دې ترڅنګ زموږ نور چینلونه افغان ډیلی لایف سٹور دام ځان سره سبسکرایب کړئ او د ټول خبرونه لیدونکو وخت سره خبرونه. الله مو ملشه، الله نگهدارتون.